بینندگان و شنوندگان عزیز و محترم به برنامه دانش، بینش و آزادی خوش آمدین. بنده حبیب ریاضتی در خدمت شما هستم و این برنامه رو که مطابق آنچه که معمول بود که مهمانی دعوت کنم و به مسائل مختلفه بپردازم، اون رو لغو کردم تا شاید من هم سهمی داشته باشم در آنچه که در ایران نازنین بر سر هموطنان، انسانهای مظلوم و بیپناه وارد می شود، من هم سهمی داشته باشم و آنچه را که واقع شده از دیدگاه های مختلفه بررسی کنم. آنچه که به عرض شما می رسانم به عنوان نماینده هیچ حزب، چه سیاسی و یا مذهبی، دینی نبوده و نیست، بلکه ندای قلبی خودم رو بر اساس فهم و درک کم و ضعیفی که دارم به عرض شما میرسانم. بنیاد انسان بی اندازه از این وقایعی که در ایران واقع می شود متأثر است، محزون است و مایل هست که هر قدمی که می تواند در راه نجات مظلومان بردارد و تمام اقداماتی که انسانی باشه، ستیزه‌جویی نباشه، با غرض و مرض توأم نباشه، همیشه در صدر اقدامات این بنیاد غیر انتفاعی که بینندگان و شنوندگانش در جمیع نقاط دنیا هستند رو ناظر و میخواهد که سهیم باشه. من قبل از هر چیز باید تسلیت عرض کنم به تمام کسانی که در این راه صدمه خوردن. راهی که نه سیاسی است، نه مذهبی، بلکه از نظر آنها یک راه انسانی است. آنها نه برای مذهب جنگ می کنند و نه برای سیاست، بلکه این گروه که نیمی از جمعیت ایران رو تشکیل می دهند، یعنی بانوان، زنان، کسانی هستند که می خواهند بگویند ما هم انسان هستیم و چون انسان هستیم حقوق و مزایای انسانی رو بایستی براش بجنگیم. چون به نظر میاد عدالت بایستی کسب بشه. عدالت چیزی نیست که شما انتظار داشته باشین که بهتون داده بشه. برای اینکه عدالت عرضه بشه بلوغ لازمه. بلوغ در سطح فرد، در سطح اجتماع و در سطح صاحبان قدرت و مکنت و ثروت. متاسفانه در ایران اصحاب قدرت آلوده شدن به آن منویات سیاسی و اون منویات سیاسی هم رنگامیز شده با مسائل مذهبی. علت آن که بنده میگویم رنگامیز شده چون با تحقیقاتی که بنده کردم در مورد دین، روانشناسی دین، جامعه شناسی دین، من معتقد هستم که دین فقط یک وسیله هست که این افراد
که اکثراً نادانن، جاهلن، غافلن و فقط با یک تسبیح و یک عبا و عمامه میخواهن به تحمیر نفوس بپردازن، سوء استفاده ازش میشه. من میدانم که روانشناسی دین یک روانشناسی قامزی است. متخصصین در مورد دین، اثرات دین، جوانب مختلفی دین تحقیقات زیادی کردن و دین فقط یک مسئله احساسی نیست، اگرچه در توده ناس دین مفاهیم احساسی داره و اینهایی هم که سر قدرت هستن این رو میدونن. به همین دلیله که هر موقع که یک آگاهی نسبت به اعمال شنیه آنها ایجاد میشه، همیشه دین مذهب رو بهانه میکنن و میخواهن از احساسات پاک مردم سوء استفاده کنن و اونها رو به جان هم بیاندازن. غافل از آن که ایرانیان باهوشن، صاحب خردن، صاحب درکن و از همه مهمتر انسانهای با عواطف پاکن. انسانهایی هستند که قلوبشان همواره به شعله محبت گرم می شود و عقلشان همانا با آتیش خرد و آتیش عرفان حقیقی، درک حقیقی شعله‌ور است. این نفوسی که در صدر هستن گمان می کنن که اکثر مردم جاهلن، حالان که به نظر بنده اینطور نیست. ایرانیان بلخص صاحب ثروت غنی هستند، صاحب ادبیات و آنچه که اسباب افتخار شرق و غرب هستند رو دارا هستند. آنها در همه رشته‌های علمی، صنعتی، فرهنگی نمونه‌های بارز بودند و هستند. این را از این جهت نمیگویم که بخواهم برتری و بهتری برای ایرانیان نسبت به قوم‌های دیگر ایجاد کنم. نه، بنده معتقد به اصل یگانگی نوع انسان هستم و این انسان تحت لوای اصل وحدت در کثرت، یعنی یک یگانگی جوهری ولی با تنوع و تکثر در عالم زندگی می کند. بنابراین برتری و بهتری ای وجود نداره، چون برتری و بهتری که به میان میاد همانا سبب جدایی، ویرانگی و خرابی میشه. ما همه از هم یاد میگیریم، عرب و عجم، ایرانی و عرب امریکایی نداره. اینها مرزهایی است که ما خودمان ایجاد کردیم، خطهایی که خودمان کشیدیم، و الا ما همه متعلق به یک وطنیم، یک وجب خاک که بهش میگیم کره زمین، و ما بایستی زمانی که روی زمین حرکت میکنیم سبب خیر و برکت همگان بشیم. بنابراین اولین نکته‌ای که میخواهم بهش توجه بفرمایید آن است که شما غافل نیستید، شما عزیزید، شما حقیر نیستین، شما صاحب آینده‌ای درخشانید. آنچه که در ایران واقع می شود درد زایمان است،
زایمان از چی؟ چه چیزی رو میخواهیم ما برسه حیات بیاریم؟ ببینین سروران عزیزم، سروران گرامیم، شما معلم من هستید، من اصلا به مرشد و مستشرد و اینها قائل نیستم. من معتقدم همه ما قابلیت شناخ رو داره، انتخاب رو داره و ما احتیاج نداریم که برای دیگران تکلیف مشخص کنیم. می توانیم در جاهایی که متعلق به تعلیم و تربیت مسائل رو بررسی کنیم، ولی تحت هیچ شرایطی ما نمی خواهیم که بگوییم یک فرد بایستی این کار رو بکنه یا اون کار رو نکنه. می دانید ایران یک قسمت از دنیاست که دارای سابقه بی‌نظیری بوده لحاظ تمدن. چه شد که یک باره این تمدن درخشان، تمدنی که از کوروش شروع میشه تا اونجایی که ما میفهمیم، که آزادی بیان بود، آزادی دین بود، آزادی عقیده بود، به جایی که امروز هست که نه تنها آزادی عقیده رو میخواهند من و یا محو کنند، حتی در مورد آزادی فکر در یک عقیده‌ای که اینها خودشون اتخاذ کردن هم جایز نمی‌بینن. چه شد؟ هزاران سال هست که دنیا با این مسئله افراط‌گرایی، استبداد، بنیادگرایی روبرو بوده. هیچ کسی نیست که بخواد این رو انکار بکنه. اروپایی ها وقتی دیدن این مسئله رو، قبل از اون که صدمه کلیسا و اهل کلیسا و اربابان کلیسا ریشه انسانی و تمدن رو نابود بکنه، آمدن و با صداهای مختلفه عقلانی و توسط قلم نهضت‌های روشنگرایی رو ایجاد کردن. شما می‌بینید که گالیله‌هایی که خانه‌نشین شدن، شما می‌بینید کسانی که به خاطر آن که به آزادی انسان اهمیت می‌دادند، به عنوان ضد دین و به خاطر تقدس موهومی که در ذهن افراد بود اسیر شدند، شهید شدند. ولی جریان کلی یا عالم به سمت روشنگرایی بود، به سمت انسان شدن و انسان بودن و زندگی کردن بود و نه فقط زنده بودن. این است که تمام این مظلومیت ها، تمام این گرفتاری ها ما رو به رنسانس اروپا رساند و نتیجه این رنسانس آن بود که به جای تحکم کلیسا، تحکم خرد و مهر جاش رو گرفت. کلیسا شد قلب مردم، دعا شد آنچه که سبب خیر عموم هست. آزادی دین ایجاد شد، واژه‌های مختلف مورد بررسی قرار گرفت، بحث خدا،
بحث دین مورد مطالعه قرار گرفت، ولی اروپایی ها هزاران سال صدمه خوردن تا بالاخره تونستن رنسانس رو ایجاد بکنن، تغییر و تحول رو استوار بکنن و از همه مهمتر از یوغ کلیسا رهایی پیدا بکنن، تا جایی که امروز حتی خود پاپ دیگر اون داستانهای قدیمی و اعتقادات افراطی رو در حقیقت انکار میکنه، میاد و علناً به خاطر کارهایی که با گالیلیه ها کردن عذرخواهی میکنه، میاد و این داستان آدم و حوا رو میگه که نمیشه لغوی گرفت. ببینین، پس بنابراین اگر دقت بفرمایید، ما اروپا رو دیدیم که رها شد و این رهایی سبب انقلاب صنعتی شد، انقلابات فکری و فرهنگی متنوع ایجاد کرد. ولی سوال این است که ایران ما چرا نتونست بهره بگیره؟ هنوز به نظر میاد در قرن 21 انسان ها بایستی برای زنده بودن، برای فکر کردن، زجر و عتاب بکشن و حتی جان خودشون رو هم از دست بدن. آیا این سوال رو شما کردید؟ آیا این سوال سوال منطقی هست یا خیر؟ چی شده؟ از چه چیزی غفلت کردیم؟ چرا بایستی به عقاید و فرهنگ بیش از 1000 سال ما هنوز پایبند باشیم؟ آیا این به خاطر این نیست که ما وقت تفکر و تعمق رو به جای آنکه استفاده کنیم، فکر کنیم، به عادت‌های مضر و تقلید و تبعیت کورکورانه پرداختیم؟ این سوال الان مطرح هست در بین کسانی که اهل معرفت و علم و دانش و بینشن. حتما یک اشکال وجود داره. ما مشروطیت رو تا حدودی بی نتیجه گذاشتیم. چی شد انقلاب مشروطه؟ چی شد جدای دین از دولت؟ چطور شد این عقاید؟ من نمیخواهم بگویم که ایرانی ها کوتاهی کردن، ولی من میگویم گذشته رو به گذشته بسپاریم و امروز رو نگران باشیم. ببینین، نیمی از جمعیت ایران رو زنان تشکیل میدن، این رو نمیشه انکار کرد. چرا بعد در قرن 21 یه عده بیاین و با دروغ، کلک، تهمت، فحشا دخترای نازنین رو مورد عذاب قرار بدن؟ چرا؟ آیا این بر اساس دینه؟ چه دینی؟ کدوم دین؟ اگر بگویید اسلام، من نمیخواهم در مورد دین در این برنامه ها صحبت کنم، ولی کدام اسلام؟ آیا واقعا
اصل حجاب و جهاد، دو اصل معروفی که سیاستمداران در اسلام ازش استفاده کردن برای اینکه به اهداف پلید خودشون برسن. آیا واقعا همه متفقن و متحدن در این دو حکم؟ آیا واقعا در قرآن ما شواهدی داریم بر حجاب اجباری؟ ببینین بینندگان عزیزم، به عنوان پژوهشگر و محقق بایست اینها رو در نظر بگیرید، چون من معتقد هستم که بر اساس شواهدی که موجوده حتی مفهوم حجاب به اون صورتی که این افرادگرایان دارن به ما غلبه میکنن، تلقیم میکنن، اصلا وجود نداره. من سعی کردم این اعتقاد اینها رو مربوط به حجاب، به مفهوم محرومیت زنان از آزادی بررسی کنم. من با عفت و عصمت ابدا مخالفتی ندارم. عفت و عصمت مربوط به هر دو جنس، هم مرد و هم زن. ولی اینکه زن رو عامل بی‌عفتی و بی‌عصمتی دانستن همانا بیماری است که در ذهن این افراد وجود داره. این یه بیماریه، بیماری روانیه، بیماری فکریه. اگر شما واقعا عفت و عصمت رو مهم میدونید برای هر دوست، چگونه هست که زن رو، حجاب رو به معنی این میدانید که زن بایستی کاملا خودش رو توی یک گونی سیاه بکنه و خودش رو پنهان کنه، ولی در این حال میایید و فاحشه‌گری رو در ایران و در همون اماکن مقدسه‌ای که برای نفوس جاهلی مثل شما یک وسیله است برای کسب درآمد و انتشار شهوت، میایین و دخترای 9 ساله رو میایین در معرض فروش یا کرایه میگذارید. بر چه اساسی شما میایین و مردم رو میخواهین هدایت کنید؟ آیا شما غیر از این که ماکرید کافرم نیستید؟ ماکرید، دروید. شما فقط به یک خدا معتقدین و اون خدای کفر، خدای جهل، خدای قدرت پوشالیه. دین شما همانا انتقام شما، اسیر شدن شما برای شهواتتونه. فکر نکنید مردم نمیفهمن، میفهمن. هر کدومشون به یه طریقی این رو میفهمن و جواب میدن. ولی میخواهم برم سر اصل مطلب. حجاب یعنی پرده. حجاب واقعا زنان حجاب رو رعایت نمیکنن، در حالی که با یه حجاب والاتری روبرو هستن. نه تنها زنها
بلکه همه ساکنین ایران با اون حجاب خود علما هستن، علمای جاهل غافل زاهل. اگر شما جز اون گروه نیستی از حرفای من ناراحت نشو. حجاب به اکبر همین علما هستن، حجاب اکبرن، چون انسانها رو از حقیقت دور میکنن، حجاب اکبرن چون انسانها رو گول میزنن، حجاب اکبرن چون دین رو وسیله قرار میدن برای اینکه قدرت رو کسب و یا حفظ کنن. این حجاب اکبر یعنی علما چگونه به عرصه ظهور میان؟ به خاطر غفلت ما، به خاطر اینکه ما تحقیق نمی کنیم وقتی رأی میدیم. ما ارزش آزادی رو نمی دانیم. ما انقلاب ایران رو فکر کردیم که سعادت میاره. من نمیگویم همه چی قبل از انقلاب عالی ترین درجه عرفانی و تمدن نورانی خودش رو داشت، ولی انسان ها انقلاب میکنن برای اینکه حداقل اون آزادی های انسانی رو که داشتن از دست ندن و به آزادی های بیشتری که در مسیر انسانی و تمدن هست به دست بیارن. آیا ما هیچ فکر کردیم که علما کارشون چیه؟ آیا علما به خاطر فقط دوتا قرآن خوندن و چهار تا حدیث جعلی درست کردن قادرن زمامداری کنن؟ آیا این لیاقت ماست در ایران؟ مایی که خیام ها، مایی که صنایع ها، مایی که سعدی ها، حافظ ها رو داشتیم، آیا این لیاقتمونه؟ فکر نمی کنید ما خودمون یه مقدار کم فروشی کردیم، قدر نعمت رو نداشتیم و به این وضعیت ناهنجار رسیدیم؟ بله علما مسئولن، ولی آیا ما مسئولیت خودمون رو رها نکردیم؟ آیا وقتی ما رأی میدیم واقعا میدونیم به کی رأی میدیم؟ آیا ما واقعا اینها رو میشناختیم؟ آیا علوم سیاسیه برای اینکه سیاست ها رو بفهمیم کفره؟ آیا اصل عدم مداخله در امور سیاسیه بدین معنیه که ما در مورد سیاست چیزی نفهمیم، سیاست مدارا رو نشناسیم و سیاست مدارای حقیقی، واقعی، انسانی رو انتخاب نکنیم؟ اینا مسئولیت ماست. علما مسئول هستن، ولی علما در حقیقت نتیجه غفلت ما از نعمتهایی که داشتیم هست. اینها حجابن. چرا حجابن؟ چون غافلن. ما از اینها نباید انتظار داشته باشیم که حقایق رو بررسی کنن. حقایق رو بررسی کردن بغض و تعصب رو باید بزنیم کنار. اینها کاسبن، اینها دکاندارن. چرا فکر میکنید
به محض اینکه یک واقعی ایجاد میشه، اولین کاری که میکنن ارتباطات جمعی رو سعی میکنن قطع کنن، اینترنت رو از بین ببرن. ولی آیا اینها بازی زمانه نی؟ ای صاحبان قدرت، ای علمای مشهور، آیا این جهل نیست که معروف به علم شده؟ آیا شما به ظاهر آب زلال خودتون رو معرفی کردین، ولی در باطن آیا سبب هلاکت تمام کسانی رو که به شما امیدوار بودن نشدید؟ شما یا گرگ هایی نیستین که در لباس میش ظاهر شدین؟ آیا در با اعمال و رفتار خودتان سبب نزدیکی مردم به دین و به اون آیینی که ادعاشو دارین شدین؟ آیا در عرض این 40 سال شما و کسی بیشتر از شما سبب دین ستیزی شده و اسلام ستیزی شده؟ هدف چیه؟ کجا داریم میرین؟ بنابراین من نمیخواهم وقت خودم رو تلف کنم روی این جهلای معروف به علم، چون علمی هم ندارن، علمی وجود نداره. اینها رو وقتی باهاشون 10 دقیقه صحبت کنید به تهی بودن قلبشون از محبت و خالی بودن ذهنشون از عقل و درایت پی میبرین. واسه همینه که اینها وارد معرکه سوال و جواب منطقی نمیشن، و اگر سوالاتی ازشون بشه یا تفره میرن یا تهمت میزنن و یا آنکه پشت اون دین افراط‌گرایی خودشون سعی میکنن پنهان بشن. پس ما کاری به اونها نداریم، چون اونها روزهاشون شمرده است. چرا میگویم روزهاشون شمرده است؟ به خدا، به هر معنی که شما بهش معتقدی، من نمیخوام اینجا پیشبینی مذهبی کنم. اعمال شما طبیعی نی، اهداف شما انسانی نی، و به همین دلیل روزهای شما شمرده است. میتونه 5 سال دیگه باشه، میتونه 1 روز دیگه باشه، میتونه 10 سال دیگه باشه. اونش بستگی به بلوغ انسانها، فعالیت انسانها در شناخت شما داره و در این که شما چقدر میخواهین اصرار بکنید در این شهوترانی های خودتون و دین ستیزی های خودتون. بله، من میگویم شما دین ستیز هستین. من میگویم که شما عامل اصلی فساد هستین در ادیان. بله، من میگویم لفظ کفر و کافر برای شما ابدا لفظ خوبی نیست. شما لیاقت کفر رو هم ندارین، چون همش مکره، همش نادونیه، همش جهله، همش انتقامه. شما میخواهید ما رو ببرین به بیش از 1000 سال قبل؟ جدی؟ همه میخوان به سوی
آینده حرکت کنند. شما میخواهین ما رو در گذشته نگه دارید؟ آیا میتونید از حرکت طبیعی و جریان انسانی عالم جلوگیری کنید؟ واقعا میتونید؟ قبل از شما تونستن که شما بتونید؟ چرا کسانی که هم ردیفای خودتون هستن در طالبان همون اجنداهای افراطی شما رو دارن به شما ایراد میگیرن با این عمل کرداتون؟ چقدر ذلت، چقدر حقارت. ولی نگران نباشید، بالاخره خودتون به دستهای خودتون به دار فنا راجع میشین. این مهساها یکی دوتا نیستن. شما به هیچ کس رحم نکردید، شما به احدی احترام نذاشتین، شما به آزادی که این زنان نه تنها حقشونه بلکه به صورت یک انسان بی اعتبار دونستید. ولی بدانید که همین زنان هستند که خرافه های شما رو با بیان با عمل نشون میدن که شما سبک مغزید. اگر شما واقعا سیاست مدار بودین، اگر یک کتاب سیاسی رو درست میفهمیدین و درک میکردین، ابدا این روش ها رو اتخاذ نمیکردین. یادتون هست چه کارهایی با زنا کردن در اروپا؟ آخرش چی شد؟ از مسیحی ها درس یاد بگیرید. تونستن جلوی انقلاب آزادی زن رو بگیرن؟ اگه اونا تونستن بگیرن که از شما مقتدرتر بودن، از شما و نسبت به شما عالم‌تر بودن، شما هم میتونین جلوشو بگیرین. ولی نمیتونید. یادتون هست که همون انجیل رو استفاده کردن برای اسارت زن؟ اومدن و داستان آدم و حوا رو که یک داستان سمبولیک بود لغوی گرفتن برای پیش برده اهداف سیاسیشون. چی شد؟ آیا در قرن 17، 18، 19 همین زنا نبودن که این سیستم رو به هم زدن؟ یادتون هست مری ولدستون کرابس رو؟ اون کتاب معروف خودش رو نوشت به خاطر اعتراضی که به این سنت زن ستیزی داشت، که می گفتش که تا زمانی که آزادی زن، آزادی فکری، آزادی حقوقی، آزادی انسانیش رو ما نشناسیم، ما برای عالم انسانی نمیتونیم راحتی و وحدتی قائل بشیم. ای حضرات علما، ای کسانی که جاهل ولی معروف به علمین، حداقل به تصور خودتون، اینا رو خوندین؟ اصلا دنبال این حرفا هستین؟ من که تعجب میکنم اگه شما بگین خوندین. من اصلا تعجب میکنم اگه بگین شما اینا رو شنیدین. چی شد؟ آیا با اعتراض هایی که شد، اعتراض مقصود نیست که ماشین رو بسوزونی، مقصود نیست که مثل شما عمل بکنیم، نه. مری ولدستون کرافت به مسیحی ها و علمای جاهلی مثل شما
گفت تنها طریقی که ما بتونیم از این زنجیرهای زنستیزی رهایی پیدا بکنیم تعلیم و تربیت دختران ماست. کتاب معروفش Education of Our Daughters یکی از مهمترین کتابیه که نوشته شده در قرن 18. تونستین جلوشو بگیرین؟ تونستین جلو الیزابت کندی استنتون رو بگیرین وقتی به علمای جاهل مسیحی و یهودی گفت شما دارین از این داستان ها سوء استفاده میکنید؟ آدم و هوا، هوا آدم و گول زد، بنابراین گناه کرد، بنابراین حقوق مزایاش رو سلب میکنیم. اون کتاب معروف وومنز بایبل خودش رو نوشت و زیر بناهای این تعالیمی رو که شما به صورت داستانی ازش سوء استفاده کردین رو نشون داد. یادتون هست در 1848 اولین کنفرانس زن رو در نیویورک ایجاد کرد. یادتون هست؟ شما یادتون نی، چون نمیخواین یادتون باشه، چون به ضررتونه. ولی این مسیر تاریخی رو نمیتونین عوض کنید. در همون سالها در ایران خودمون آیا شما با طاهره چی کارا که نکردین؟ اگر بگویید ما اون نفوس نیستیم، میگوییم افکار شما، اقوال شما، اعمال شما همون اعماله. یادتون هست؟ بخونید. من میدونم شما اهل خوندن و نوشتن نیستین، من میدونم حتی بعضیاتون اصلا نمیتونین بخونین. خبرها میرسه، فکر نکنین ایرانی و جاهلن، خبرها میرسه. شما فقط خوندنتون ارشاد مردمه، شما فقط قلمتون جهاده، جهاد تصنعی که تو ذهنت ایجاد کردی، حالان که جهاد بر خودت واجبه. با نفس امارت بجنگ ای لاعن شعور، فاقد شعور، فاقد عرفان، فاقد انسانیت. یادت هست طاهره قرة العین؟ این کسی بود که پدرش، عموش، شوهرش همه از طبقات خودش ما بودن. چی شدن؟ ترسید؟ واقعا از بین رفت؟ واقعا فکر کردیم با خفه کردنش آزادیه بیانشو ازش گرفتین؟ با نوشتجاتش چی کار میکنید؟ الان که نشون داده میشه که این از شما بیشتر حدیث رو میدونسته، قرآن رو میدونسته، این که قادر بوده با بزرگترین علمای زمانتون بشینه و باش حرف بزنه، پس به چه چیزتون مینازید؟ ولی فقط یه صلاح داشتین، یه جهاد داشتین ای کسانی که حجاب اکبرین، بکشیمش. کشتینش؟ واقعا؟ واقعا کشته شد؟ اگه کشته شد چجوری مهسوها اومدن؟ اگه کشته شد چرا شما بزرگترین ترستون قیام زنانه؟ آخه اینها باید سی روشن بشه. میگه شما اهل علم و واقعیت نیستین ای جوهلای معروف به علم. دیدین آخر سر چی گفت این زن طاهره؟ گفت شما شاید بتونی منو خفه کنی، ولی نمیتونی آزادی زنان رو از بین ببری. درستم گفت. بیدار شو، بیدار شو.
زن برای شما چیه؟ کالاست؟ باید خودشو بپوشونه؟ چرا؟ برای اینکه شما تحریک میشی؟ اه؟ شما چه تحریک میشی اگه شما واقعا عصمت داری؟ شما اگر پاک و پاکیزه هستی؟ میگه سوره های قرآنی در مورد فتنه امتحان صحبت نمی کنه. شما یه زن که میبینی عقلتو از دست میدی؟ شما مقصری اون. من نمیگم اونا باید به صورت توحش لباس بپوشن. هر کسی برای خودش احترام قائله. هیچ زنی نمیخواد آلت دیگری باشه. هیچ زنی نمیخواد عزتش، عظمتش به سینه ها و موهاش و گردنش باشه. نه نه، اشتباه میکنی، فکر میکنی اونا اینطوری هن. تازه اگه اونا اینطوری هن که تو نمیتونی بکشیشون، آخه به تو چه؟ چه کسی به تو این حق داده؟ سوال بهتری بکنم از شما ای پیروان ادیان، مخصوصا شما که علمایین، چرا جامعه شناسای اسلامی با شما در مورد حجاب موافقت ندارن؟ اونها آیه های معروف به حجاب رو که در سوره احزاب و سوره نور اومده بدین معنی که شما میگیرین نمیگیرن. چرا نمیگیرن؟ چرا به اونا توجه نمی کنین؟ چرا کسانی مثل تصحیح بخاری، چرا کسانی مثل طبری با مفهوم حجاب بدین معنی که شما فهمیدین موافقتی نداشتن؟ آیا فکر نمی کنید این تفاسیر من در آوردی رو که درست کردین فقط به خاطر کنترله، به خاطر شهوت رانیتونه، به خاطر اینه که هنوزم که هنوزه نتونستین قبول بکنید که انسانیت با رنگ و جنس توصیف نمیشه بلکه با فضل و کمال انسانی مشخص میشه؟ شما محرومشون میکنین. اینا میان در اروپا و امریکا صاحب مقامات علمی میشن. به کجا داریم میرین؟ کجا؟ من میخوام بهتون یه مقاله ای رو، نه حضرات آخوندا، اونا که کار به این کارا ندارن، بهترین توصیفی که برای این آخوندها و این علمای جاهل اومده سوره جمعه است، آیه 6، که مقایسه شون میکنه با علمای یهودی. همشون از یه قماشن. میگوین اینا کسانی هستن که این کتابهای ما رو میخونن ولی نمیفهمن. اینا مثل یه همارن، خرن که دارن اسفار کتاب های تورات، انجیل، قرآن رو حمل میکنن. بر اساس همین آیه است که میگوین چارپایی بر او کتابی چند. پس من این رو برای این گروه جاهل عقب افتاده اللحاظ عرفان، اللحاظ علم، اللحاظ انسانیت نمیخونم. من برای اون کسانی که اعتصاب و اعتراض رو اختشاش نمیدونن بلکه با بینش، با دانش سعی میکنن دختران آینده رو آزاد بکنن از این زنجیرهای خرافی، یک مقاله است توسط فریحه ایثار
که فعال حقوق زنان هست، در 17 فوریه 2020، ببینین دیروز هم نبوده، امروز هم نی، 2 سال قبل نوشته شده. آیا عنوان مقاله اینه؟ بناب قرآن آیا حجاب اجبار دینی است یا زنان اختیار انتخاب دارن؟ این مقاله رو بخونید، مخصوصا شما جوونید، مخصوصا شما که زنید، مخصوصا شما که مردین و گول این علمای جاهل رو میخورین و فکر میکنین اگر خواهرتون، مادرتون خودشون رو تو گونی ها قایم نکنن، غیرت شما از بین رفته. شما مادرتو کالای جنسی میدونی؟ خواهرتو کالای جنسی میدونی؟ همونقدر که عفت و عصمت بر او لازمه، برای من و توی مردم لازمه نیست؟ چرا ما خودمون رو طوری تربیت نمی کنیم که اگر ربات حجال، یعنی این دخترهای دم حجله، به عبد جمال، به عالی ترین درجه خوشگلی از جلوی ما رد بشه، ما توجهی بهشون نکنیم؟ اونو میگن عفت و عصمت. کجایی؟ کجایی که بدون تحقیق و بررسی و فهم خواهر و مادر خودت رو ذلیل و علیل میکنه؟ این نویسنده میاد و این آیاتی رو که در سوره اعراف، در سوره احزاب، در سوره نور، اینا 3 سوره است که در ازش سوء استفاده شده توسط این علمای جاهل. هیچ کدوم این آیات این عملکرد فعلی رو تجویز نمی کنه. ببینید، من کاری به اسلام ندارم، من میخوام بگم همین گروه که خودشون رو به عنوان حامی اسلام و محمد میدونن، تنها چیزی که نمیدونن در مورد اسلام، اسلام یه وسیله است، یه اسلحه است. اینا به هیچ چیزی رحم نمی کنن. اینا یه دین دارن، دین قدرت، دین کنترل، دین ترور. اینا با همون گروه هایی که با هیتلر هماهنگ شدن هماهنگن. اینها دینشون اینه، کنترل، به اهداف رسیدن به هر وسیله ای. بخونین کتاب شاهزاده ماکیاولی رو، بفهمین عبارت هدف وسیله رو توجیه میکنه. به هر قیمتی، به هر وسیله، رشوه، کشتار، اینترنت قطع کردن، فحشا. ما فقط باید تو قدرت باشیم. زنا عاقلن، زنا رو باید کنترل کرد. ببین الان دیگه نمیتونه این کارا رو بکنه. این خانم بزرگوار، بخونید، فریحه ایثار، فعال حقوق زنان، ایرانی هم نیستن، یه افغانیه. ببینین این، شما که برترین، شما از گروه های افغانی خودتون رو برتر میدونید ای علما. ببینی اینا چی میگه، ببینی این بیشتر در مورد قرآن آیاش میدونه یا تو الان شعور، فاقد شعور، فاقد درک، فاقد بصیرت که بعد ظلم میکنه. این میاد نشون میده که هیچ کدوم از این آیه های معروف به حجاب، وقتی به شأن نزولش توجه میکنی، شأن نزول یعنی موقعیت زمانی و مکانی که این آیه ها ایجاد شده، حالا به قول شما وحیه،
به قول اونایی که به دین معتقد نیستن یه نوشته است، ولی اینا بر اثر موقعیت هایی که خود محمد باهاش روبرو شده نوشته. از کجا میدونیم؟ به حرف من توجه نکن، به تاریخ ها توجه کن، تاریخ طبری رو بخون. چرا نمیخونی؟ چرا؟ بخون. وقتی یه چیزی که میفهمی اینه که تمام این بساط ها تعاملاتی بوده که محمد رسول الله، با احترام من حرف میزنم، من معتقدم انسان ها حتی اگر با یک عقیده موافق نباشن، معتقد نباشن، باید حرمت رو نگه دارن. من به دین ستیزی، اسلام ستیزی معتقد نیستم، به بهای ستیزی، کمونیست ستیزی معتقد نیستم. حقایق رو رو کنید. ستیزه جویی چیه؟ چون ستیزه جویی شما هم مثل اونا میشین. حقایق رو کنید، بخونید، بفهمین، تقلید نکنید، تعصب نشون ندین. وقتی اینا رو میخونی، این با شواهدی که داره میاره میگه اصلا حجاب یک وسیله بود که محمد میخواست در مکانی که هست یه پردهی بکشه که یک مرد دیگه نبینه که با زنش رسول الله توی یه جاییه. غلط، درست. به این زن ایراد نگیرید، برین بخونید. چیزی که این میگه اینه، میگه تحت هیچ شرایطی واژه حجاب و حجاب مشهور به حجاب اسلامی در قرآن نیامده است. اشتباه میکنه؟ باید یه عده برن دنبالش. تشویقتون میکنم بخونین. مهم نی اسلام رو قبول کنید قبول نکنید، اصلا این دورش گذشته. اسلام متعلق به الان نی. خاتمیت و محمد خاتمه و اسلام آخره، اینا رو ولش کنید. اون چیزی که به درد امروز میخوره رو توجه کنید. ولی این تحقیق نشون میده که این برداشت های غلط افراط‌گرایی که از حجاب دارین اونم غلطه. یه چیزی دیگه که این مقاله نشون میده اینه که زنها و مردها هر دو بایستی به فکر اصالت انسانی خودشون باشن و اختیار البسه یعنی لباسهاشون رو خودشون اختیار کنن. هیچ زنی نبایستی ملعبه دیگری بشه، ملعبه سبیان بشه، مثل بازیچه بشه، قربونش برن به خاطر اینکه خوشگله. گله، بفهم ای زن، خوش گل. گلم متلاشی میشه به اندر رکتوبت. خوش فکر باش، انسان باش. وقتی میبینی یک مردی تو را فقط به عنوان یک کالای جنسی میبینه، تو چرا بهش توجه میکنی؟ چرا میخوای جلب توجه یک مرد دیگر رو بکنی به خاطر جسمت؟ دیر یا زود تو میشی شی. بعد غیرتش رو باید مواظب باشی. بذار به خاطر فکرت غیرت نشون بده، به خاطر روحت غیرت نشون بده، نه جسمت. جسمت یه آینه ایه که نشون میده که خورشید روحت و اشعات اون روح که فکرته چگونه تجلی کرده بر این جسم. پس بنابراین شما بایستی
این مقاله ها رو بخونید، بنویسید. من با انقلاب کردن موافقم، ولی انقلابی که انسانی باشه، انقلابی که با استراتژی انسانی توام باشه. اعتراض باید کرد، ولی عقلانی، انسانی. من به اختشاش ابدا معتقد نیستم، من رو ببخشید. من به اعتصاب معتقدم، اگر بر خلاف اصول انسانی عملی انجام بگیره. من معتقد نیستم اسباب نظم بایستی سبب پریشانی بشه، ولی در این حال من معتقد هستم که بایستی با خرافه‌گری و برای وصول به آزادی حقیقی، آزادی فکری، آزادی انتخاب قائل بود. مهسا ها رو فهمید. فقط مهسا نیست، مهسا نمیمیره، یادتون نره، نمیمیره. این مظلومیت اثرها داره، ثمرها میاره. چیز دیگه ای که خیلی خیلی مهمه و توی ذهنتون ای زنان، ای مردان، ای ایرانیان، هموطنان عزیزم، به این علما به عنوان حجاب نگاه کنید. اینها حجاب اکبرن، نه شما. اینا پرده هایی هستن که بین شما و حقیقت دارن جولان میکنن، ولی روزشون شمرده شده. نه اینکه شما اینا رو میکشین، غفلتشون از حقیقت اینا رو نابود میکنه. یادتونه گفتم که شما، ایران، جهان حامله است. حامله یعنی چی؟ یعنی یک نظم جدیدی لازمه، یک نظم انسانی، نه شرقی نه غربی، نه زنی نه مردی لازمه، یک نظم طبیعی جهانی لازمه، تا بعد ببینی که انقریب این ظلم هایی که وارد میشه بر این نفوس به ظاهر ضعیف، نتایجش در جمعی اختار عالم ظاهر میشه. خانم آقایون، آقایان محترم، شما همراه این زنان باشین. من نمیگویم به اختشاش بپردازین، من نمیگویم قرآن بسوزونید، من نمیگویم مثل اونها ظلم کنید. نه، چون اون موقع شما فرقی با دیگران ندارید. شما با راه درست، با راه حقیقت جلو ظلم بیستید، عدالت رو برسه ظهور بیارید. تا عدالتی ایجاد نشه، شما نمیتونید یگانگی داشته باشید. ما همه باید در کنار هم بر ظلم غلبه کنیم، ولی بایستی ظلم رو بشناسیم. ظلم افکار پلیدیه که انسانها رو از هم جدا میکنه. چگونه باید با ظلم جنگید؟ با انقطاع، یعنی جدایی از هرچه که ما را از انسانیت محروم میکنه. بغض و کینه را از دلمون خارج کنیم. خواهران مسلمان ما، خواهران بهایی ما، کلیمی ما، همشون انسان هم. ای مردان، به خاطر عقیده زنان را اذیت نکنید. این عقاید را اونطوری که به شما خوروندن نپذیرید. خودتون یاد بگیرین، یه نظم جدید درست کنید. نذارید این انقلاب هم مثل 2019 بشه که یک چند روزی جنگ و اعتراض باشه و در نیویورک و لس آنجلس و لندن
علم بلند کنیم ولی بعد فراموش بشه. نه، بنویسید، هوشیار باشید، برنامه های سازنده درست کنید، تلویزیون رو استفاده نکنید، مرگ بر این مرگ بر اون بدین. نه، فقط یک نفر رو دنبالش باشین. اون نفرم نفر نداره، حقیقته. دنبال آینده ی درخشان ایران باشین که زن و مرد شونه به شونه، فکر به فکر، با هم دیگه اون آزادی رو، مشعلش رو بلند میکنن. خوشحال باشید که اون زنانی رو که بهش میگفتن ضعیفه ضعیفه، الان علمدار انقلابی هستن که انسانیه. اینها دنبال حکومت نیستن، دنبال انسانیتن، حقوق و مزایای انسانی رو میخوان. من میخواهم در اینجا همچنین بگویم، هدایت کردم ارتش اخلاق. کدوم اخلاق؟ اخلاق چیه ای حضرات علما، ای کسانی که به این سپاه پیوستید؟ شما واقعا به رسول الله داری کمک میکنی؟ آیا هدایت به این اعمال شماست؟ یعنی چی هدایت؟ شما چرا خودت رو برتر میدونی؟ شما چقدر پول میگیری؟ چون حقتو میدن، پولتو میدن، وجدانتم ازت گرفتن، وجدانتم خریدن. تو وقتی میبینی با مهسا و طاهره ها و مناها و هزارها هزار این چنین عمل میکنن، وجدانت کجاست؟ آیا اینقدر معشیت زندگیت مهمه که یه انسان دیگر رو جلو چشم خودت بزننش، بره تو کما، بعدم بگن سکته قلبی داشت؟ به همین سادگی، به همین سادگی. من تعجب نمی کنم وقتی رهبر جمهوری اسلامی زیاد تمایلی نداره درباره این قضیه حرف بزنه. من ابدا تعجب نمی کنم وقتی سفیرش میاد در نیویورک، وقتی سوال ازش میشه، به یارش میگه ساعت چند ما میتینگ بعدیمون دیر نشه. شما نمیفهمین، اینا خودشون میفهمن، ولی انقدر اسیر شهواتن که نمیخوان ابراز کنن. ولی مهم نی، اینا پوسیدن، اینا از بین رفتن، خودشون نمیدونن. ما باید به این روش ادامه بدیم. برای اولین بار ایرانی ها متحد بشن، ولی نه با ظلم، نه با ستم، نه با کشت و کشتار، به فهم، به درک. امر به معروف و نهی از منکر زمانش گذشته، اسلام زمانش گذشته، ولی اگر کسی میخواد مسلمان باشه ما باید بهش آزادی بدیم. ولی اون مسلمانانم بایستی به بقیه آزادی بدن، بذارن تعلیم، تربیت و اعمال و رفتار و نتایج اعتقادات این ایران رو به جایی که باید واصل بشه برسونه. ببینین، هدایت خوبه، آدم خوبه دیگه ای رو هدایت کنه، ولی هدایت رو نباید بدین معنی بگیره که اون یکی گمراه من هدایتش کنم. هدایت یه معنی ساده داره، من یه طوری زندگی کنم که این زندگیم به
بتونه دیگری رو هم راه گشایی باشه، بدون اینکه من بخوام. من فقط خوب باید باشم به خاطر اینکه خوبی خوبه. به قول گاندی، اگه من عوض بشم شاید دنیا هم عوض بشه، یا اگر ما میخوام دیگری عوض بشه اول خودم عوض کنم، ولی قبولم بکنم که من گناهکارم. شمایی که این رو برنامه رو میبینین شاید بگین ریاضتی، تو خودت هزارها گناه کردی. نه تنها هزار، صد هزار گناه کردم، ولی انسانم، ولی درد دیگران رو میفهمم و بعد سعی میکنم از اشتباهاتم درس یاد بگیرم. من انسان رو جایز الخطا میبینم، خطاهام رو سعی کنم تکرار نکنم، فردام بهتر از امروزم باشه. این رو میگن هدایت. تبلیغ یعنی آشکار کردن آنچه که من معتقدم. مقصودی نیست که مردم رو به سیستم خودم بیارم، خودشون بذارین انتخاب کنن، خودشون بایستی زندگی کنن. پس حجاب نداشتنش ربطی به عدم رعایت اصول اخلاقی نداره. این نکته اصلیه. حجاب اصلا ریشه هاش چطوری در قرآن اومده، شأن نزولش چیه، اینا تخصصی یک زمانی بود، الان عملی باید بریم بفهمین، مخصوصا شما که مسلمونید. حالا اونی که دیگه به اسلام معتقد نی دیگه این گرفتاری رو هم نداره، ولی برای حتی اونایی که به اسلام معتقد نیستن، این در یه عرصه تاریخی مردم رو تحت نظر داشته. بریم بفهمین چیه، مخصوصا کسایی که میگین اسلام در یک زمانی مورد استفاده بوده. خب بریم اینا رو بفهمین. آخه شما این نمیخواین قبول بکنین که اسلام حتی هزار سال قبل زن رو به عنوان یه آلت میبینه، آلت جنسی. اینا رو واجبه که بدونید، یه انقلاب فکری، یه انقلاب دینی ایجاد کنید، اون موقع متوجه میشین فقط یه دین خوبه، اونم دین انسانیته. فقط یک مذهب خوبه، اونم مذهب حقیقته، واقعیته. من نمیخوام با این حرفم بگم شما دینتون و پیغمبرتون و اعتقاداتتون رو ول کنید. به من چه؟ من کی هستم که این رو بگم؟ ولی من به شما میگم هر اعتقادی که داری ارزشیابی کن. اگر ضد انسانیه سعی نکن توجیه کن، سعی نکن تشریح کن، چون توجیه شما واقعیت رو عوض نمی کنه. من خودم شخصا با دین اشکالی ندارم. اگر دین برای یه گروهی اونها رو هدایت میکنه به مسائل انسانی، اونا به خودشون ربط داره. من معتقدم اشکال اولیه ایران و مردم ایران آن است که دین رو از دولت جدا نکردن. دین باید از دولت جدا بشه. دولت ضامن سعادت همه باید باشه. کسانی که اعتقاداتشون مثل صاحبان دولت نباشه. شما وقتی به حجاب به معنی باطلی که تصور کردی اعتقاد داشته باشی و بعد بیاری اینو بیاری در صحنه دولتی عمومیش بکنی، مسلما باهائیه رو باید بگیری، چون اون به حجاب به معنی عفت و عصمت معتقده. عفت و عصمت درونی، فکری و ظاهری. ببین، ولی تو میای اینا رو میگیری. شما
حتی بهشون تهمت میزنی. بعضی از کسانی که از خودتونن برای من شواهدی رو میفرستن که کمپین های ضد اسلامی، ضد حجاب رو دارین شما به گروه های مختلفه از جمله اقلیت های مذهبی نسبت میدین. هدف من اینه که این برنامه رو استفاده کنم ازش، آگاهی بدم، گول نخورید، به اصل قضیه توجه کنید تا این کسانی که جانشون رو دادن روحشون معذب نشه. فقط به فکر خودتون نباشین، به فکر خانوادتون نباشین، به فکر آینده دخترانی باشین که میخوان در این سیستم های افراطگرانه بزرگ بشن. شما بایستی با چشم باز مکرها رو ببینید. چه خوب میگه وقتی ازش سوال میکنم این بیان منصوبه به یکی از کسانی که خیرخواه عالم انسان بوده، کسی که به اصل تساوی حقوق زن و مرد معتقد بوده. کافر باش و ماکر مباش، در میخانه وارد شو و در کوچه تزویر مرو، زیر سنگ قرار گیر و در سایه تحت الحنک معوای مگیر. از خدا بترس و از ملا مترس. خوب دقت کن، ببین، کافر باش، ماکر مباش. مکر یعنی چی؟ مکر یعنی یک زنی اگر اون حجاب قافلی که تو ازش ابدا نه درکی داری، قافلی، تو از اصل حجاب قافلی، نفهمیدی مقصود از حجاب چیه، نه شأن نزول آیه رو فهمیدی، نه درست اینا رو درک کردی، ولی این رو استفاده کردی. ولی در هر صورت شما ماکری، چون از یک طرف امر میدی به مردم که نباشه مود پیدا بشن، ابدا این مورو که میبینم من مرد اصلا یه جوری میشم، تو بی خود میکنه یه جوری میشی، تو روانی هستی که یه جوری میشی، من شرم میکنم که تو یه جوری میشی. ذهنتو عوض کن، عقیدتو عوض کن، فکرتو عوض کن تا احساست عوض بشه که یه جوری نشی. ولی در ضمن نه تنها اینا رو میگی، میری فحاشی میکنی، میری صیغه میکنی، میری جلوی حرم امام حسینت میای دخترای 9 ساله رو میفروشی برای 10 روز، برای 2 هفته. ای بی شرم ماکر، در میخانه وارد شو، برو شراب بخور، ولی در کوچه تزویر مرو، زیر سنگ قرار گیر و در سایه تحت الحنک معوای مگیر. زیر سنگ برو، این دخترها اینو میگن الان. تو حاضری منو بکشی، بکش، زیر خاکم بکنی، ولی من با اون حجاب قفلت تو زندگیم رو تنظیم نمی کنم. من معصومم، من اسمت دارم، من پاکم و من اختیار لباسم رو مطابق عقل و درک اخلاقی خودم به عهده میگیرم. من از خدا میترسم، از تو نمیترسم. آیا دوست عزیز، سرور گرامی، آیا این پیامی نیست که این دخترها دارن میدن؟ اگرچه این بیان
بیش از 100 سال قبل نوشته شده. ولی آیا این پیامی نیست که انسان امروز بهش محتاجه؟ سخن از امروز رانید و امروز را نگران باشید. امیدوارم که تونسته باشم فقط دریچه ها رو باز کنم برای اینکه خود شما ببینید، خودتون درک کنید و انتخاب کنید آنچه را که فکر میکنید به نفع خودتون، خانوادتون، اجتماع هست. تا هفته آینده جمیع شما رو به خدا میسپارم و برای ایران آینده درخشانی رو آرزومندم. خدا نگهدار.